خب دکتر، من از مراجعین تلفنی شما بودم که وقتی با اتون صحبت کردم خیلی خیلی حالم به کتاباتون رو خوندم، ولی متاسفانه هنوز به خاطر حضور توی سمیناراتون رو نداشتم و خیلی منتظرم که انشاءالله بیاین و حتما بیاین و شرکت کنم. من انگلیس دیگه نمیام، ولی نروژ درش بروتون بازی بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب دکتر، الان میگم از وقتی که با برنامهاتون آشنا شدم و کتاباتون رو خوندم و باهاتون صحبت کردم خیلی موضوع برام حل شده، ولی من یه نیازی در مورد ترس خیلی خیلی زیادی از مرگ دارم. من که بعد از مرگ زندگی دیگه تموم میشه، این خیلی برام مجهول همیشه، و اینکه خب چرا باید تموم شه این همه زندگی با مرگ توی یک ثانیه؟ چون الان یکی از عزیزانم هم تو ایران، چون نمیتونم هم برم ایران ببینمش، از دست یکی از اقوام خیلی نزدیکم خیلی دوست داشتم، بس این میکنم که با مرگ همه چی استاپ میشه و یه زندگی میره زیر سوال که تموم میشه. برام خیلی ترسناکه و خیلی مجهول مسئله این که دیگه زندگی بعد از مرگ وجود نداره. اگه بشه از تلویزیون صحبت میگوشت ببینم چه توضیحی داری. نه شما جایی نرین، یه دقیقه وایسین. ببینین، شما وقتی که لباستون رو در میارین میندازین کنار، خب لباستون دیگه شما توش نیستین، درسته؟ اوکی، و خودتون کجا میری؟ خودم هنو هستم. اوکی مرسی، من فقط میخواستم اینو چک کنم. اوکی. یعنی وقتی که مرگ هست، وقتی که با مرگ ما تموم میشیم. من سوالم رو شاید یه جور دیگه هم بهتون بگم. خب شما وقتی که بیهوشتون میکنن، درست؟ روی میز جراحی بیهوشتون میکنن، کاملا بیهس میشین، درسته؟ بله. اوکی. هیچی هم حس نمی کنین، هر چقدر هم چاقو بهتون بزنن دردتون نمیاد، درسته؟ درست. اوکی. ولی هنوز شما هستین در اون جسم، نه؟ درسته؟ ولی جسم کاملا بی‌حسه، نه؟ بله. اوکی. ولی ما میدونیم که شما هنوز هستین. خب هنوز روح داره بدنم، ولی من اوکی، یه دقیقه وایسین، منم فهمیدم. خب حالا یه سوال برای من هست. روی اون میز جراحی که شما هستین، خب بله، که بی‌حس هم هستین، حرفم نمیتونین بزنین، آگاه هم از اون چه که داره میگذره نیستین، خب این شمایی که شمایید، بله، کجا میتونن پیداتون کنن در این جسم؟ دیگه بیهوشم که خودم نمیتونم خودم رو حس کنم دیگه، بیهوشم دیگه. ولی هنوزم هستین، درسته؟ ولی قابل حس نیستم ولی خودم. مرسی. ولی هنوز وجود دارین، نه؟ بله هنوز وجود دارم. مرسی. اوکی. این فرق داره با موقعی که شمایی که الان داریم با من حرف میزنین توی اون جسم نباشین، درسته؟ وقتی شما توی اون جسم نیستین ما میگیم مردین، درسته؟ درسته. یا لااقل اون لباس دیگه بر تن شما نیست. قبوله؟ بله درسته. اوکی. و خودتون کجا میری؟ دیگه خودم دلم خواسته بردارم، ولی تو مرگ که دست خودم نیستش، اینجوری اگر که دست خودم بود هیچ وقت نمیخواستم اون تنم در بیارم، دارم من همیشه زنده باشم. من مطمئن نیستم که دست ما نیست، خب اطمینان ندارم، ولی فکر میکنم زیبایی این بازی به اینه که من آگاه نباشم، چون اگر آگاه باشم ممکنه این بازی فرق کنه. متوجه هستی؟ درسته. مطمئن نیستم که آگاه نیستیم، چون به شخصه میتونم بهتون بگم که پدر من روز مرگش رو اعلام کرد. بله. و چون شاهد بودم که کسی در این حال که پدر من آلزهایمر شدید داشت، بله، ولی روز مرگش رو به ما اعلام کرد، یعنی یک ماه قبل از مرگش گفت من فلان روز میرم از پیشتون و رفت، یعنی اصلا هیچ. خب
بنابراین من مطمئن نیستم که ما آگاه نیستیم، ولی فکر میکنم این بازی زیباییش به اینه که آگاه نباشیم، چون اگه باشیم خیلی لوس میشه. باور من این هستش که قراره که ما بترسیم، ولی من فکر میکنم اون حتی اون ترس هم شاید زیبایی این قضیه است. برای اینکه خب اگه قرار بود که ما نترسیم، خب اون وقت خیلی جاها بود که مثلا میرفتیم از بالای ساختمونا میپریدیم، خیلی کارا رو میکردیم که جسمه نمیتونه ولی روحه میتونه. یعنی یه تضادی بین این دو وجود داره، چون یکیش از زمینه و یکیش از زمین نیست. خب یکیش از جنسه و یکیش از غیر جنسه به گفته افلاطون. خب بنابراین انسان موجودی است که به دو گونه است. یکی از اون چیزی که هیچ وقت نیست و همیشه در حال شدنه، و یکی اون چیز که هست و هیچ وقت نمیشه. پس این دوگانگی رو ما در خودمون داریم. خب حالا مرگ حدس میزنم مال قسمت جسمانی مونه و نه قسمت دیگر، و بنابراین اون چرا که ما مرگ میدونیم و ازش واهمه داریم جسمه. و اگر جسم رو بتونید به عنوان یک لباسی نگاه بکنید، به تن چیز دیگری که ابدی است به گفته سقراط، اون وقت میتونید بازنگران از دست دادن این چیز باشید، چون به هر حال ما یه انسی بهش داریم، نه؟ بله طبیعیه. ولی اگر که فکر کنید که خب زندگی بعدی مثلا من بدن انجلینا جولی رو میتونم انتخاب بکنم یا مثلا جین فاندا، شاید هم اونقدر نمیترسین. خب بله. چون ممکن سلیقه‌تون بهتر شده باشه در زندگی بعدیتون. خب انتخابه، و آگاهانه زندگی کردن به نظر من بهتر از در ترس زندگی کردنه. چون اونایی هم که رفتن، جسمن رفتن، هنوز شما میتونید آگاهانه با اونها در تماس باشین. این چیز ترسناکی نیست، یک واقعیتی که انسانها توانایی تماس رو ممکنه با جسم از دست بدن، ولی 100% آگاهی تماس روحی و معنوی و عاطفی رو ما از دست نمیدیم. ولی خیلی ها هستن که چون این رو هیچ وقت یاد نگرفتن، از اون تماس واهمه و ترس دارن، در صورتی که اون تماس چون عاری از جسمه و عاری از هر نوع قضاوته، یکی از زیباترین تماس های انسانیه. ما میخواییم که به آگاهی برسیم، نمیخواییم در خرافات گم بشیم، چون خرافات خودمونو گیج میکنه، چون هی میگیم چرا خرافاته به جواب نمیرسونتمون. ولی اینی که من گفتم انقدر ساده است که اصلا نمیشه ندید، میدونی، نمیشه نادید گرفت. و اینم بهتون بگم، کسی نیومد اینو به من بگه، فقط نشستم یه خود فکر کردم که خب این چطوری میتونه باشه، میدونی. و بعد اینم بهتون بگم، من زمانی که پدرم فوت کردن که بالای سرشون بودم، به وضوح دیدم این جدا شدن جسم از روح رو. یعنی اصلا بغل دستشون بودم، دستشون تو دستم بود، و دیدم این حرکت این انرژی رو که از کف پا شروع شد، کشیده شد و بعد از بالای سر خارج شد. یعنی همینطور کشید این بدن رو به بالا، در صورتی که پدر من تو کما بودن. ولی اصلا این انقدر واضح بود که انگار این کار رو برای ما گذاشته بودن که ما ببینیم. بله. میدونی؟ و اصلا این ترسناک نبود، خیلی آرامش بخش بود و خیلی زیبا و تأثیر انگیزم نبود. من خیلی احساس کردم یه چه خوب پدرم جسمش آروم شد، لاقل دیگه جسمش زرج نمی کشه. بله میدونی، و آزاد شد و حالا میتونه کارهای دیگه ای بکنه. این مرحله به پایان رسید. بله. حالا مرحله دیگه ای حتما در شرف وقوعه. بله. خیلی ممنون. سپاسگزارم ازت. خیلی ممنون از تلفن.